میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. سلام گرمی خدمت شما دوستان فارسی زبان ایرانی، افغان و تاجیک داریم در هر کجایی که هستیم، چه در داخل ایران، افغانستان و تاجیکستان و حتی در کشورهای دیگه مثل اروپا و آمریکا. اگر بیننده برنامه ما هستید، خیلی خوشحال هستیم که میتونیم بار دیگه در خدمت شما دوستان بسیار عزیز باشیم. امروز خوشحالیم که جناب کشیش ادوارد هوبسپیان کارشناس برنامه امروز ما خواهند بود و ما در رابطه با این موضوع که دیدگاه یک مسیحی در برابر جامعه چی هست با هم بحث و گفتگوی جالب و مهمی رو خواهیم داشت و شما رو تشویق میکنیم که حتما در این بحث و گفتگوی ما شراکت داشته باشید و ما رو از سوالات و همچنین تجارب خودتون بهره‌مند بکنید. راه ارتباطی هم باز خواهند بود که بتونید با ما تماس لازم رو حاصل بکنید. پس خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه باشید. میدونید ما در محیط خانواده که کوچکترین یا یکی از کوچکترین واحدهای اجتماعی است به دنیا میایید و در چارچوب همون محیط رشد میکنیم و بزرگ میشیم و با گذشت زمان با جوامع مختلف در تماس قرار میگیریم، مثل محیط مدرسه، محیط دانشگاه، محیط کار و بسیار جوامع دیگه‌ای که به نوعی به خاطر نیاز یا بر حسب کاری که داریم با اونجا سر و کار داریم. حالا سوالی که مطرح است اینه که وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و یک مسیحی محسوب میشیم، تا چه اندازه میتونیم با این جوامع در ارتباط باشیم؟ آیا ما بایستی ارتباطمون رو با این جوامع، مثلا افرادی که اعتقادی مشابه به ما ندارن، قطع بکنیم و به گفته ایرانی خودمون رو تافته جدا بافته از اونا بدونیم، یا اینکه بایستی با این جوامع به نوعی در رابطه باشیم؟ اگه قرار هست در رابطه باشیم، چه نوع روابطی باید داشته باشیم و کلام خدا در این رابطه چه تعلیمی میده؟ و هدف برنامه امروز ما هم همین هست که بدونیم دیدگاه یک فرد مسیحی در قبال جوامع مختلفی که با اونها در تماس هست چی هست. خوشحالیم که امروز کارشناس برنامه ما کشیش ادوارد هوبسپیان در این بحث به ما کمک میکنن. خیلی خوش اومدیم به این برنامه برادر ادوارد و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون از شما و از بینندگان عزیز که امروز
خودشون رو آماده کردن که از ما بشنون. امیدواریم بتونیم مفید واقع بشیم براشون. ضمن عرض سلام به همه شما عزیزان، خوشحالیم از اینکه یک فرصت جدید داریم که درباره این موضوع مهم با شما صحبت کنیم. عالی. و میدونیم خیلی موضوع مهمی هست و فکر کنم خیلی موضوع عملی هم هست. بله. و نکاتی رو که شما دادید خیلی عملی هست. امیدوارم بتونیم حداقل چند تا از این نکات رو امروز پوشش بدیم. قبل از اینکه وارد این نکات بشیم، میخواید یه مقداری بیشتر موضوع جامعه و جوامعی رو که در مد نظر شما دارید باز بکنید. بله، شما هم یه اشاره فرمودید در ابتدا. اگه بخوایم خیلی خلاصه فقط عناوین رو نام ببریم، من متوجه شدم که ما با 8 جامعه مختلف در این جهان باش در ارتباطیم. اولین جامعه همینطور که شما هم فرمودید که کوچکترین ولی سالمترین و مفیدترین جامعه است، خانواده است که خداوند اون رو مقرر کرده و بسیاری از شکلگیری های شخصیت ما در اونجا ساخته میشه. حالا این خانواده ممکنه همشون مسیحی باشن، ممکنه بعضی هم مسیحی نباشن، ولی بالاخره جامعه خانواده است. بعد نکته دوم، جامعه کلیساست. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم، به جامعه کلیسا خانواده الهی وصف میشیم که خب این روحانی ترین قسمت جامعه ماست، ایمانداران، برادران و خواهران روحانی. و اما سومین جامعه، جامعه تحصیلات، جامعه علمیه که ما در مدارس، چه ابتدایی، چه متوسط و چه در سطح بالاتر دانشگاه و فوق از لیسانس و حتی دکترا، بالاخره با افرادی در ارتباط هستیم که باشون تحصیل میکنیم و خب این یک دوستی هم بین ما و با اونا ایجاد میشه. بعد جامعه چهارم، خب جامعه دوستان صمیمی هستن که شامل همسایگان هستند، شامل کسانی هستند که ما از بچگی باشون بزرگ شدیم، خاطرات خوبی داریم. بعضی دوستی ها میبینید یک عمر ادامه داره. خب بعضی دوستی ها هم اینقدر عمیق نیست، ولی خب به هر حال در یک سطح های مختلف ما با افراد مختلف در ارتباطیم و بعضی وقتا ما با دوستان خودمون صمیمی‌تریم تا حتی با اعضای خانواده. و پنجم، جامعه فامیلان و خیشانند که همه ما بالاخره وابستگی‌های فامیلی داریم، دایی داریم، عمو داریم، عمه و خاله و بچه هاشون و داماد و عروس و امثال اینا، پدر بزرگ و مادر بزرگ و همینطور بگیریم بریم. بعضی ها خیلی فامیل زیادتر دارن. مثلا ما تو فرهنگمون بیشتر وابسته تر هم به نظر میاد هستیم به فامیلی. درجه یک ها ایرانی ها که با همه فامیل هم دیگه برکه رو میبینید فامیل در میاد. یه کمی که باش رو صحبت میکنید تواتوی قضیه میبینید به یک شکلی ما رو به فامیل بودن خودشون نسبت میدن. بعد پنجم جامعه، ششم جامعه کاره، جایی که ما مشغول کار هستیم، شغل ما ایجاب میکنه که با یک مقدار یا یه سری همکاران در ارتباط باشیم و خب بعضیا کارشون طوریه که روزی 7-8 ساعت با عده‌ای در ارتباطن، یعنی کارشون فقط دفتر و خودشون و کار خصوصی نیست، بیشتر کارها با همکاران ما انجام میشه، با مافوق ما و همکاران و اونایی که تحت نظر ما کار میکنن. و هفتم، جامعه دولت و دولت مردان، مانند محیط سربازی و ادارات دولتی و شهربانی و شهرداری و پلیس و هر چیزی که به اصطلاح به نحوی با جامعه دولتی در ارتباطه و بانک هم میتونه جزو اونها باشه، چون بالاخره درست بانک ها خصوصی هن، ولی به هر حال به یک نحوی باید طبق قوانین دولت عمل کنند، همینطور مالیات دهندگان و تکسمن و امثال اینا. خب اینم یک جامعه دیگه ایه که ما با یک سری قوانین در هر مملکت روبرو هستیم. و بالاخره هشتم که سخت‌ترین قسمت این جامعه هست، جامعه مخالفین و دشمنان ما هستن. اونایی که از ما خوششون نمیاد یا ما با اونا مشکل داریم یا گرفتار حسادتن یا نمیتونن ما رو ببخشن یا ما نمیتونیم اونا رو ببخشیم و به نحوی باشون مشکل داریم، حضورشون رو نمیتونیم تحمل کنیم یا برعکس اونا نمیتونن حضور ما رو تحمل کنن. برحال هر کسی تو این زندگی اشخاصی رو هم داره که باشون مشکل داره. خب پس
اگه من خلاصه کرده باشم به طور کلی، ما با این جوامع مختلف، با این آدمای گوناگون تو این دنیا در ارتباطیم. بله، خیلی ممنون. بله. و اما حالا بحث ما بیشتر در این رابطه خواهد پیش میره که واقعا ما به عنوان یک فرد مسیحی به هر حال با این جوامع بخوایم یا نخوایم، مخصوصا با بعضی از این جوامعی که شما اسم بردید در ارتباط هستیم، چه نوع دیدگاهی باید نسبت به این جوامع داشته باشیم و حد و حدود روابط ما چقدر باید باشه؟ خیلی سوال مهمیه و بسیاری برداشته اشتباه دارن در این مورد و من میخوام واقعا هم با کمک شما و هم دوستان عزیز که ما را هدایت خواهند کرد با نظریات و سوالاتشون، واقعا به این موضوع مهم بپردازیم که تو این جامعه با این همه آدم های مختلف که ما در ارتباط هستیم چگونه باید ایست کنیم؟ آیا باید بریم بالای یک کوه که اصلا هیچکی را نبینیم، مثل مرتضی هندی باشیم که اصلا ارتباط با افراد را خطرناک میبینن یا گناهالود میبینن؟ آیا واقعا باید منزوی و گوشه‌گیر باشیم؟ آیا واقعا باید قاطی مردم بشیم کاملا، اصلا هیچ فرقی بین ما و بقیه نباشه، باید سازش کنیم با همه؟ بعضی ها میگن اگه شما جایی رفتی دیدی همه کورن، تو هم چشماتو به من بگو منم کورم، یعنی هم شکل اونها بشون، اون اصطلاح معروف که میگن گر میخوایی رسوا نشوی هم رنگ جماعت شو. ولی من میخوام ابتدا قبل از اینکه بیان کنیم و وارد بحث بشیم به شما بگم که عیسی مسیح فرمود شما در این جهان زندگی میکنید گرچه از این جهان نیستید و متعلق به این جهان نیستید. و ضمناً در دعای معروف خودش گفت پدر خواهش نمیکنم ایشان را از این جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگه داری. پس بنابراین اراده خدا نیست که ما این جهان را ول کنیم یا اصلا مردم دنیا را همه را بد بدونیم یا دشمن بدونیم یا بی ایمان بدونیم و بعد کاملا از اونها فاصله بگیریم، بلکه اراده خدا اینه که ما از چیزهای بد و منفی به دور باشیم و شیطانی. در هر صورت در مورد روابط ما با جوامع مخصوصا غیر ایماندار مسیحی بیشتر تاکید ما اینه که با جامعه دنیوی چگونه رفتار کنیم. پس امروز شما لطفاً تمرکزتون بیشتر روی جامعه ایمانداران نباشه، جامعه غیر مسیحی ما چگونه باید باشون برخورد داشته باشیم به عنوان یک مسیحی. اولین نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم اینه که باید دید واقع بینانه به افراد جامعه داشته باشیم، با این دید نگاه بکنیم. این دید ما رو کمک میکنه که ما نه منفی باشیم نسبت به مردم، نه مثبت، نه خوشبین باشیم نه بدبین، چون هر دوش خوب نیست. مسیح وقتی میگه من شما را مثل گوسفندان در میان گرگان میفرستم، حتی جامعه بد که گرگ هستن، اونجا میگه شما مثل کبوتران ساده دل باشید، مثل ماران هوشیار. یعنی هر دو را میگه ما دو باید داشته باشیم. یعنی اگه فقط کبوتر باشیم خطرناکه، چون سر ما کلا میره، دائم فریب میخوریم و سوء استفاده میشه از سادگی و بیریایی و محبت ما. اگه بخوایم همیشه مار باشیم که اونم دیگه واویلاست، یعنی هی دائم بدبینیم و همه رو بد میبینیم، چیزای خوب مردم رو هم بد میبینیم و اصلا کاملا در هوشیاری و مواظبت هستیم که کسی به ما صدمه نزنه که اونم نرمال نیست. ما برای اینکه نه بدبین باشیم نه خوشبین، بلکه واقع بین باشیم، من اینو به یک گل تشبیه میکنم که اگه یک گلی الان بدن دست من و من فقط به اون خارهایی که گل داره روی شاخش نگاه کنم و این مواظب باشم که دستم سوراخ نشه یا اذیت نشه، بس من گل رو فراموش کنم، بوی گل و زیباییش رو فراموش کنم، خیلی آدم بدبینیم. اگه فقط به اون گل بچسبم و مواظب نباشم از اون خارها، خب خارها میره تو دستم، اونم خیلی آدم خوشبینیم. ولی اگه طوری بگیرم که نه خارها منو اذیت کنه و هم من بتونم از اون بو و زیبایی گل لذت ببرم، آدم واقع بین هستم. بنابراین مثبت اندیشی به معنای این نیست که من واقعیت‌ها رو نبینم. بعضی‌ها فکر می‌کنن مثبت اندیشی یعنی که من دروغ بگم.
مثبت اندیشی، یعنی من واقعیت ها رو ببینم ولی درست ببینم، با دیدگاه درست ببینم، از دیدگاه الهی نگاه کنم و در اون صورت من میبینم که مشکل کجاست، ولی طوری میبینم که دنبال راه حلش هم هستم. یک نفر دیگه آدم مثبت و منفی را اینطور تعریف کرده، میگه اشخاص منفی همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینن، افراد مثبت همیشه نیمه پر لیوان رو میبینن. خب ما اگه واقع‌بین باشیم، حالا نمیگم زیادی هم مثبت باشیم، ما هم قسمت خالی لیوان رو میبینیم هم قسمت پرش رو میبینیم، هر دو رو میبینیم، میگیم اینجا این قسمت این محاسن رو داره، اونجا هم با همون رویه خوب بدون اینکه بخوایم کسی را محکوم کنیم میگیم اینجا هم این مشکلات رو داره. بنابراین ما اولین حقیقت اینه که با دید واقع بینانه، و وقتی با دید واقع بینانه نگاه کنیم همه قسمت و این دنیا رو هم بد نمیبینیم. بعضی ها فکر میکنن دنیا همه چیزش بده، اصلا از دنیا میبرن، از هر چیز خوب این دنیا هم میبرن. اینترنت میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، همینطور فیسبوک میتونه چیزهای سازندهی داشته باشه، میتونه مخربم باشه. تکنولوژی امروز همینطوریه دیگه، تلویزیون میتونه خیلی چیزهای بد به ما نشون بده، کانال هایی داره که خیلی مخربه، یا ماهواره یا سایت هایی که هستن، از اون طرف خیلی سایت هایی داره که بسیار آموزنده است. فیلم همینطوریه. بنابراین ما به گونه ای به این جامعه نگاه کنیم که چیزهای خوب را ازش بگیریم و از چیزهای بد آن فاصله بگیریم. پس بنابراین به این ترتیب ما واقع بینانه نگاه میکنیم. بعضی از افراد که شش ادوارد کلن افراد مثبتی هستن و همیشه نیمه پر لیوان رو میبینن، حالا اون افرادی که منفی هستن، آیا دلایلی هست که اینا بیشتر منفی نگاه میکنن به قضايا؟ خب ریشه های مختلف داره منفی بودن افراد هم. بعضیا ریشهش از همون خانواده است، در خانواده ای تعلیم و تربیت یافتن که نسبت به همه کس بدبینن و دائما به بچه هاشون هی میگن مواظب باش، مواظب باش، کسی اگه به سلام گفت جوابشو نده چون ممکنه سوء استفاده بکنه، کسی خواست با ارتباط برقرار کنه مواظب باش سرتو کلا نذاره، کسی اگه ازت پول خواست اصلا بهش نده، ازش فاصله بگیر. یعنی دائم به قسمت های بد رو نگاه میکنن، نمیان بگن که ببین این چیزای خوب هست، این چیزای بد هم هست، حالا انتخاب کن و تصمیم گیری بکن. بیشتر به نظر من از تعلیم و تربیت افراده و از چیزایی که موروثی به دست میارن. خب البته خیلی چیزای دیگه هم هست که باعث میشه آدم ها منفی بشن، ولی طرز تفکر این اشخاص و معاشرت هایی که دارن با افرادی که خیلی منفیه، اینم خیلی تاثیر داره، دوستی ها و افرادی که دائم آیه یأس میخونن. شما دیدید اشخاصی هستن که هر چی بهشون بگید اینا نقطه مخالفشو میگن، یعنی که همیشه اون طرف بدو میبینن، هیچ وقت چیز خوب نمیبینن. خب این گونه اشخاص تاثیرگذارن رو اینکه ما تماس مستقیم با اونا وقتی داریم یا خیلی به اونا نزدیک هستیم، از اونها مثل بیماری مصری و واگیردار گرفتار میشه. بله. من در رابطه با تجربه کودکی شما گفتید، من این چیزی راجع به جویس مایر میخوندم که میگفت که قبل از ایمان من شخص بسیار بدبین، جویس مایر یکی از واعظان آمریکایی معروف هست، میگه قبل از ایمان من شخص بسیار بدبین بودم و افراد زیادی هم به خود من و هم درباره من سخنان بد و منفی گفته بودم و من به نوعی منفی باف شده بودم، چون از تجربه تلخ و منفی بسیاری رد شده بودم و احاطه شدم با چنین افراد و چیزای منفی و باعث شده بود که ایشون مدت طولانی تفکر منفی داشت نسبت به شرایط و افراد. و اینی که شما میگید خیلی درست است، و مخصوصا در رابطه با اینکه ما با بعضی از افراد نشست و برخاست میکنیم که کلا منفیان. یه وقتایی میبینید که من ممکنه تفکرم به عنوان یک مسیح در رابطه با یک شخص اینقدر منفی نیست،
ولی اطرافیان اینقدر در ذهن من این چیزای منفی رو میگن، میگن تو متوجه نیستی، تو خیلی ساده ای این شخص این خصوصیات رو داره، میگن بابا این شخص اینقدر هم بد نیست که شما فکر میکنید. یه وقتایی اطرافیان هم خیلی تاثیر میذارن. در تایید صحبت شما مزمور 1:1 هم خیلی جالب هست که همینو میگه، میگه خوشا به حال کسی که در مشورت شریران مرود و در راه گناهکاران نایستد و در محول تمسخرگران ننشیند. یعنی کلام خدا هم تاکید میکنه که ما گاهی وقتا چیز منفی رو ممکن از دیگران بگیریم، حتی اگه خودمونم خیلی منفی نباشیم. پس تاثیر دیگران هست. یکی از دلایل فکر کنم که شدوارد موضوع روابط هست. بعضیا بالاخره در روابطشون یک سری مسائل و مشکلاتی هست با بعضیها و بلتب نمیتونن نسبت به اون شخص خیلی مثبت فکر کنن، چون ضربه خوردن از اون شخص. اینم یک موضوع دیگه هست که یه مقدار حتی برای یک مسیحی سخته. بله درسته، اینم هست. ولی خب ما نباید همه را با یک چوب بزنیم، چون یه مشکلی که ما داریم اینه که خیلی به تجربیات خودمون متکی میشیم. مثلا اگه از فردی در یک ملت ضربه خوردیم، میگیم همه این افراد این ملت اینجوری هم. مثلا یه قانون برای خودمون درست میکنیم، یه اصل که مثلا همه، فرض کنید حالا ما در مورد ملت خودمون حرف بزنیم، همه ارامنه خشکند و مغرورند و بی‌محبت مثلا. ولی یا همه فارسا متظاهرند و ریاکارند و اینجوریند. ولی اینطور هم نیست، یعنی همه را نمیشه با یک چوب زد. چون ما بله میتونیم بگیم مسائل فرهنگی و ملی وجود داره، نمیگم وجود نداره، ولی تغییر و تبدیل هم وجود داره. ضمناً همه ممکنه اینگونه نباشن. نمیتونیم یه فرمول و قانون درست کنیم برای همه کس، چون باید بدونیم که خوب و بد در همه جوامع پیدا میشه، در هر ملتی پیدا میشه. من همیشه معتقدم هیچ ملتی از هیچ ملت دیگر برتر نیست یا بدتر نیست. ما با هم تفاوت داریم، دنیای ما دنیای تفاوت هست و ما باید به این تفاوت‌ها با این دید نگاه کنیم. خب این شخص با من فرق داره، فقط هم مسائل منفیشو نبینیم، ببینیم خب ایشون هم یه چیزای خوب و مثبتی داره که در من و در ملت من شاید ضعیفه. بنابراین ما همدیگر رو تکمیل می‌کنیم. هیچ کس بعضیا فکر می‌کنن ملل اروپایی مثلا دیگه در تمدن بالاترین و قوی‌ترین همن، در حالی که اینطور نیست. باید بعضی وقتا ما یه چیزایی از اونا میبینیم که تعجب میکنیم که این همه خودخواهی و غرور و تکروی از کجا اومده. بنابراین ما چیزای خوب افراد رو بگیریم و از اونها یاد بگیریم، از چیزای بد اونها هم میتونیم یاد بگیریم. چنان که میگن ادب رو از کی آموختی؟ میگه از بیادبان. چیزای بد اونها رو هم که میبینیم میفهمیم چقدر زشته. ما اونم کمک میکنه که ما از اون زشتی ها بدور باشیم. خیلی ممنون کشیش ادوارد. قبل از اینکه وارد نکته دوم بشید، میخواید یک استراحت کوتاهی بکنید و همچنین شما بینندگان عزیز، کماکان منتظر تماس‌های شما هستیم و خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. پس با ما همراه باشید.
شروع تازه باشم، میتونم برای عیسی رو زمین ستاره باشم، با کلام پرنفوذش یه شروع تازه باشم، با تمام جون و قلبم پای ایمانم بمونم، اونو مظهر حقیقت عادی راهم بدونم، با تمام جون و قلبم پای ایمانم بمونم، اونو مظهر حقیقت عادی راهم بدونم، میتونم برای عیسی رو زمین ستاره باشم، با کلام پرنفوذش یه شروع تازه باشم، میتونم برای عیسی رو زمین ستاره باشم، با کلام پرنفوذش یه شروع تازه باشم، با تمام جون و قلبم پای ایمانم بمونم، اونو مظهر حقیقت عادی راهم بدونم، با تمام جون و قلبم پای ایمانم بمونم، اونو مظهر حقیقت عادی راهم بدونم. خب بیننده‌های بسیار خوب، در ادامه بحثمون هستیم در رابطه با دیدگاه و برخوردی که یک فرد مسیحی در برابر جامعه داره و به یک مورد پرداختیم که این بود که ما باید دید واقع بینانه نسبت به افراد جامعه داشته باشیم، در این حالی که نکات منفیشون رو میبینیم ولی بتونیم بیشتر به نکات مثبت هم توجه بکنیم و از بحثمون رو ادامه میدیم. کشید قبل از اینکه وارد نکته دوم بشیم، برای اینکه خب ممکنه برای بیننده این سوال باشه که خب اگر که ما در چارچوب، یکی از جوامع خانواده است، اگر در چارچوب خانواده و دوستان ما نکات منفی رو میبینیم، میتونیم ممکنه گاهی وقتا کمک بکنیم و تذکر بدیم بعضی موارد رو و سعی کنیم کمک کنیم افراد در اون قسمت‌های منفی بهتر بشن. یعنی ما نمیتونیم نسبت به بعضی از چیزهای منفی که در جوامع کوچیک‌تر اتفاق بیفته خیلی هم بی‌تفاوت باشیم، گاهی میتونیم کمک بکنیم افراد در این قسمت. ما میتونیم کمک کنیم قطعا، ولی ما مطمئن نیستیم که کمک ما حتما مؤثر واقع میشه یا نه، چون ما به جای دیگران نمیتونیم تصمیم بگیریم برای عوض شدن. برای اینکه ما بخوایم کسی رو تغییر بدیم، خیلی ها میگن که من فلانی رو درستش میکنم، باشه ازدواج میکنم، اینو مثلا آدمش میکنم، بعد میبینن خودشون هم از آدمیت میفتن. یعنی این که نمیتونن همه چیز را درست کنن و قرار نیست ما کسی را تغییر بدیم. ما قرار است اثرگذار باشیم، تأثیر بگذاریم، بعد خود این تأثیراتی که ما میذاریم میتونه زمینه‌ای باشه برای تغییر اون افراد. ولی در هر صورت خود اون اشخاصن که میخوان از این چیزهای بعدشون بیرون بیان یا نمیخوان. ولی گاهی افراد خودشون متوجه نیستن. یا شما راجع به خانواده، اگه میبینید بچه‌تون یک سری نکات منفی داره که ممکنه مضر هم باشه، نمیتونید بی‌تفاوت باشید. بلطب ممکنه یک تذکری بهش بدین در این رابطه، حالا گوش کرد یا نکرد به خودش ربط داره، ولی منظور این که در عین حالی که ما واقع‌گرانه باید نگاه کنیم، اگه در جامعه‌ای هستیم که میتونیم در رابطه با نکته منفی به شخص کمک بکنیم، میتونیم کمکمون رو بکنیم، حالا تصمیم با خودش هست. قطعاً، ولی منظور من این بود که فکر نکنیم که حتما با تذکر و نصیحت و توبیخ یا اصلاحاتی که ما میخواییم بکنیم حتما اونو عوض بشن. فرض کنید بچه‌های ما تا زمانی که کوچیکن، خب ما هرچی بهشون میگیم اونا چاره‌ای ندارن غیر از اطاعت، چون ما بر اونا حاکم تریم. ولی وقتی بزرگتر میشن، وارد سنین نوجوانی میشن، هورمون‌هاشون شروع میکنه به شکوفایی، رشد کردن، با این جوامع مردم دنیا در ارتباط میشن، میگه به این سادگی و راحتی ها به قول معروف دم به تله نمیدن، جلوی ما هم ممکنه بیستن و نخوان بپذیرن، سرکشی و نافرمانی در اونا شروع میکنه به رشد کردن، مخصوصا در یه سنین به خصوصی. و سنین بلوغ سنینیه که شخص نه
بالغه و نه هم کوچیکه. بین این تضاد دو طرفه است و البته اون فکر میکنه بالغه، فکر میکنه ماها که بزرگیم نمیفهمیم، اونا که نسل جدیدن همه چیزو میدونن، ولی در حالی که اینطوری نیستن. و بعد اینا مقاومت میکنن، هر چی ما میگیم ممکنه نپذیرن. یه دوران مخصوصی داره، یا بعضیا وقتی بزرگترم میشن یه دنده‌های خاص خودشونو دارن که نمیپذیرن، و اینطور وقتا ما واقعا کار خیلی آسونی نیست ارتباط با این گونه اشخاص منفی و مخالف. باید آرام آرام با صبر با محبت با پیدا کردن یک راه دیگه و روشایی که امروز صحبت میکنیم بتونیم یک جورایی قلقای اینا رو پیدا کنیم، و ضمناً منتظر فرصت هم باشیم، چون بعضیا در یک زمان خاصی خودشون بیدار میشن، یه دم تا سرشون به سنگ نخوره، تا خودشون یه چیز بد رو تجربه نکنن نمیتونن بفهمن. متاسفانه بعضی هم اینجوری هم. بعد حتما خودشون از اون مرحله بگذرن. پس افراد با هم مختلفن و هر کس ممکنه تو یک مقطع زمانی خاصی گرفتار چیزهای بد و منفی بشه که ما در اون روزهای خاص باید روش‌های خاصی پیدا کنیم برای کنار اومدن، مخصوصا اگه با عضو خانواده است. پس یکی از وظایف ما مسیحی اینه که رو قسمت صبرمون بیشتر کار کنیم. بله حتما. زمان خیلی مهمه. زمان. خب مورد دوم چی هست؟ چه دیدگاه دیگه ما باید نسبت به جامعه اطراف داشته باشیم؟ عرض کنم قسمت دوم اینه که ما به جای اینکه افراد جامعه رو محکوم کنیم، سعی کنیم اونا رو بشناسیم و درکشون کنیم. تو اول قرنتیان باب 9 آیه 19 تا 23 پولس رسول اونجا خیلی زیبا میگه، میگه همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم، یهود را چون یهود گشتم، بیدین را چون بیدین گشتم، فریسی را چون فریسی گشتم، ضعفا را چون ضعیف شدم، بچه ها را مثل بچه ها شدم. منظور اینه که وارد دنیای اونا شدم. این خیلی مهمه. رفتم ببینم چرا این شخص اینطوری فکر میکنه، چون ریشه خیلی از محکومیت ها وقتیه که ما افراد رو درک نمیکنیم. وقتی درک نمیکنیم، خب اونها را با یک دیدی نگاه میکنیم که کاملا برای اونها غریبه، و اونها میفهمن، متوجه میشن که ما اصلا نه احساس اونها را، نه تفکر اونها را، نه منطق و دلیل اونها را، نه زمینه قبلی اونها را، و نه تلاطماتی که اینها باشون روبرو هستن درک نمی کنیم. خب بنابراین ما دائم حکم صادر می کنیم، این کارو بکن، اون کارو نکن، این غلطه، این صحیحه، و با این روش نیست. ما فکر می کنیم ماها با فرمان دادن می تونیم معجزه کنیم. حتی ما که واعظیم می دونیم که اگه تمام موعظه‌ای که ما می کردیم خودمونم کاملا اجرا میکردیم الان دنیا بهش میشود. پس بنابراین حتما با گفتن نیست. میدونید گفتن موثره، ولی فکر نکنیم که هرچی ما بگیم همون میشه. پس بنابراین اینه که درک کردن خیلی مهمه. وقتی طرف مقابل میفهمه ما او را درک میکنیم، ارتباطش به ما نزدیکتر میشه، و اصلا این باعث میشه که محبت اونم نسبت به ما بیشتر بشه. شما دقت کنید عیسی مسیح که خداوند ما بود و بی‌عیب بود و کامل بود و اون تنها میتونست محکوم کنه، حتی زن زناکار رو که پیش او آوردن گفت اگه کسی گناه نداره سنگ اول رو بزنه، و بعد همه گذاشتن رفتن، چون گفت اگه شما به خودتون اجازه میدید این زن رو محکوم کنید، بعد خودتون بی‌تقصیر باشید. حالا کسی که تنها کسی که میتونست محکوم کنه و سنگا رو برداره بزنه به اون زن، عیسی مسیح بود که هیچ گناه نکرده بود. ولی گفت کجا هستن محکوم کنندگان تو؟ گفت نیستن ای آقا. گفت من هم تو رو محکوم نمی کنم، برو دیگه گناه نکن. ببینید این روش مسیح بود، چون خودش گفت خدا پسر خودشو به این جهان نفرستاد تا دنیا را داوری کنه، بلکه تا نجات بده. ما دنبال راه حل باشیم، دنبال این باشیم که چطور این شخص رو کمک کنیم از این وضع بیاد بیرون، نه اینکه دنبال کوبیدنش و خار شمردنش باشیم. بله اتفاقا در تایید صحبت شما، خود عیسی مسیح در متی باب 7 هم خیلی آیات زیبایی در رابطه با همین موضوع میگه. میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشود،
زیرا به همون گونه که بر دیگری داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد. با همون پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی که در چشم خود داری غافل هستی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی بگذار پر کاه را از چشمت به در آورم حالان که چوبی در چشم خود داری؟ نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. و واقعا اینم یکی از این خیلی مهم هست که گاهی وقتا ما اشتباه رو چون در خودمون نمیبینیم یا به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده میکنیم از محکوم کردن، چون میخواییم اشتباه کسی دیگر رو بزرگتر بکنیم، از اونو محکوم میکنیم تا اشتباه ما کوچیکتر دیده بشه و به نوعی تقصیر رو بندازیم گردن اون شخص. کیش ادوارد، آیا واقعا ممکن هست که یک مقدار دوباره از تجارب دوران کودکی شخصا باعث بشه که شخصی مقداری این تیپی باشه؟ ممکنه بعضی تو خانواده خیلی به نظرات بچه‌شون اهمیت میدن، هر چی که بچه نظر میده فکر میکنن که همیشه نظراتش درسته، هر تصمیمی که میگیره برای خودش و خانواده مهمه، و بعدن وقتی این شخص بزرگ میشه فکر میکنه که نظر خودش بد باشه و نظر خودش ملاکه، دیدگاه خودش ملاکه و دیگران باید طبق ملاک و نظر اون عمل بکنن. بله، میتونه یکی از ریشه ها باشه. یعنی تربیت غلطیه که بعضی والدین فکر میکنن که هرچی بچه میخواد یا هرچی مایله باید براش فراهم بشه. بله. چون به این شکل این بچه فردا بزرگ میشه و میره تو جامعه ای که میبینه خیلی ها خلاف میل او رو انجام میدن و چیزهایی میکنن که ایشون دوست نداره، و اونجاست که برای این بچه خیلی ضربه بزرگ روحیه. مثلا وقتی والدین به بچه میگن تو بهترین همه ای، تو خوشگلترین همه ای، و دائم اینو تو ذهنش کردن که تو اصلا مثل تو وجود نداره، این فردا میره جامعه، میره تو مدرسه، میبینه نه اصلا هیچکی رو به عنوان بهترین قبول نداره، هیچکی فکر نمیکنه این خوشگلترین همه هست، خیلی فکر میکنن خوشگلتر خودشن یا بهترین خودشن، به دوتا هم میزنن تو سرش، اون موقع خیلی ناامید میشه و رویش رو از دست میده، چون فکر میکنه که این بهترین و خوشگلترین و عالیترین چی شد؟ بنابراین ما اصلا بهترین نداریم. باید گفت تو بد نیستی، تو متوسطی، تو همینی که هستی خوبه، تو ضعف هم داری، مشکل هم داری، چیزای خوب هم داری. بنابراین و بهش یادآوری کرد طوری که او فکر نکنه که دنیای ما دنیای ایدئالیه، چون ایدئالیستی اگه ما فکر کنیم همیشه در حال ضربه خوردنیم. دنیای ما این نیست، واقعیت این نیست. واقعیت رو باید به بچه‌ها فهمان، مشکلات و ضعف‌هایی هم که اونا دارن باید بهشون گفت، و بعضی وقتا خیلی خوبه که بهشون نه هم بگیم با استدلال و منطق که اونا اینطوری بار نیان. و فکر کنم یکی دیگه از دلایل هم که گاهی وقتا ما زود محکوم میکنیم، چون ما ظاهر قضیه رو میبینیم. بله. در شخص یه چیزی میبینیم، یک رفتاری، و سریع تو ذهنمون قضاوت میکنیم. بله. نمیدونیم انگیزه پشت چیه یا در پشت صحنه. بله. چه اتفاقاتی افتاده. یا این در روابط هم شما شبان هستین فکر میکنم درسته. آمدنی. اگه کسی بیاد پیش شما از یک نفر دیگه خیلی بد بگه، این اشتباهی که شما بخواید اون طرف مقابل رو محکوم بکنید در حالی که داستان رو از زبان اون شخص هم نشنیدید. ما گاهی وقتا بر حسب ظاهر یا تحت تاثیر گرفتن دیگران خیلی افراد رو قضاوت میکنیم که فکر میکنم خیلی باید مواظب باشیم. از دهنبینی توبه کنیم. دهنبینی یعنی اینکه هر کس ممکنه بخواد بیاد ما رو شیر کنه. بله. بر ضد یک نفر، و ما بلافاصله کارت رو برداریم تو ذهن خودمون، گردن اینو ببریم. ما باید بدونیم که این شخص نقطه نظرهای خودشو داره میگه. لااقل اینطور وقتا باید بگیم من اجازه بده نقطه نظر طرف مقابل رو هم بشنوم. بله. که ببینم ایشون چی میگه. ما داستان رو اگه خیلی خوب از همه جوانب بدونیم یک طرفه به قاضی نمیریم. یعنی منصفانه نگاه میکنیم به مسائل. ضمناً برای تایید فرمایش شما، اگه میخواییم محکوم نکنیم باید به ریشه قضایا نگاه کنیم، نه به شاخه ها. ریشه کجا خرابه؟ مسیح گفت بس به ظاهر قضاوت نکنید بلکه به راستی داوری نمایید. ممکنه یکی بیاد مثلا خونه این دیوار رو بزنه زمین، بگه مثلا این چه شامیه که برای من پختی، ولی در حالی که مشکل او اصلا شام نیست، مشکلی او از یه جای دیگه ریشه میگیره، مربوط به داستان دیگه است.
ولی اونجا به شکل دیگه بروز میده. ما باید نگاه کنیم ببینیم ریشه ناراحتی این طرف مقابل چیه. وقتی ریشه را دریابیم شاخه ها خود به خود درست میشه. درسته کنم. و این ترس رو داشته باشیم طبق متا 7 که اگر داوری بکنیم ممکنه بر ما هم داوری بشه و این بله. امیدوارم ما رو یه مقدار محتاط تر بکنه. بله. خب چه دیدگاه دیگه ای هست که شش با در رابطه با جامعه؟ یک دیدگاه دیگه ای که هست دیدگاه دوستیه که ما باید در رابطه با مردم جامعه رابطه دوستانه و از روی محبت داشته باشیم. یکی از زیباترین عناوینی که دشمنان مسیح به او لقب دادند، ولی عیسی مسیح این لقب را با افتخار برای خودش پذیرفت و اعتراض نکرد به این لقب، افتخار هم کرد به اون، در متی 10:19 دوست گناهکاران بود. خیلی ممنون کشیشه. دومی بخشه من مجموع هم قطعه تو کنم. یک بیننده پشت خط هستن. سلام بیننده بسیار محترم، بفرمایید. درود به خواهر گرامی برادر ارجوان. مرسی. درود بر شما هم. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی از چیزا از شما یاد گرفتم. اما یه سوال از شما داشتم. بله بفرمایید. بعضی افراد از ما میگیم ژنتی یا دی ان، نه خوب بد میشه نه بد خوب میشه. آیا با این حرف من مخالف هستید یا موافقید؟ من از گفتای شما خیلی حتی یک کتابم به خدمتتون دادم که گفتی میخونم بعد میدم به میترا. دوستارتون هستم. مثلا یک چیز دیگه، تو خیلی خلبانی تو جنگ دوم جهانی زندان بود، بعد این نگهبانی رد میشه میخنده، بهش میگی چرا میخندی؟ میگه آخه من چند تا بچه دارم، چه گناهی کردم؟ وقت قمشه میگه اون زندان بار این آزاد میکنه. میخوام بگم اینا دی ان ای انسانات یا اول انسان یعنی همون تا خدمت کنم، نه بد خوب میشه نه خوب بد میشه. آیا این درست قبول دارید یا ندارید؟ یک بار دیگه من بپرسم مطمئن بشم. خوب و خوب هیچ وقت بد نمیشه، بد هیچ وقت خوب نمیشه. شما اینطور میفرمایید؟ بله. شما میفرمایید خوب هیچ وقت بد نمیشه، بد هیچ وقت خوب نمیشه؟ بله. مثلا یکی تو انگلیس یک سال پیش یکی رو کشت، رفتن دی ان ای نگاه کردن 300 سال پیش 50-60 نفر این همون صاحب یعنی اون فردی که آدم کشته کشته پدرشون جماعت مردم کشته. بله بله. خیلی ممنون. مرسی. فکر کنم سوال ایشون، خیلی ممنون بلد. از تماستون، متشکرم. هم سوالشون اونایی که تو دی ان ای یا ژنشون یه خصوصیاتی هست بلد. مثلا زمینه رو داره به راتم بکشه، چیزای دیگه، آیا اینا عوض میشه یا نه؟ من فکر کنم منظور ایشون این بود. بله بله بله. گاهی وقتا این یک اصلی هست، اما موضوع اینه که ما نمیتونیم به صورت یک فرمول ثابت بگیم حتی اشخاصی که ذاتن ژن این گونه دارن که بسیار خطرناکه و یا آدمی هستند که مردم آزارند و یا از خون ریختن خیلی لذت میبرند و اینها هیچ وقت عوض نمیشن. چون اگه ما اینو به عنوان یه اصل ثابت قبول کنیم، پس بنابراین تولد تازه اینجا چه معنی داره؟ ما در انجیل میبینیم بدترین آدمها عوض شدن، حتی انسان‌های جنایتکار و قاتل، انسان‌هایی که دزد بودن و تروریست بودن، اینا هم تغییر یافتن. یعنی این امید را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. مثلا برای معتادان، بسیار از روانپزشکان معتقدن که اعتیاد چون یک مسئله روانی و روحی، یک موضوع جسمی نیست، هیچ وقت شخص 100% خوب نمیشه. اگه هم ترک کنه دوباره این وسواس براش هست، شاید چند سال بعد دوباره برگرده به همون اعتیاد. پس اصلا شخص معتاد هیچ وقت درست نمیشه. ولی خب ما تجربه دنیا اینو میگه، ولی ما خودمون تجربه‌ای که داریم در کلیسا، شما هم میشناسید لااقل 15 تا معتاد رو ما میشناسیم که نه تنها نجات یافتن بلکه کشیش شدن، شبان بعدا میلتن که اینجا مرتب خدمتتون میرسه، ایشون جزء همونا بودن دیگه. کسی میلتن اون زمان میشناخت اصلا فکر میکرد از این هیچ چیز خوب بیرون نمیاد، ولی الان ایشون چقدر باعث نجات دیگران هم میشن. بنابراین ضمن اینکه من میپذیرم این یک اصلی هست، ولی اگر کسی واقعا با خداوند روبرو بشه و تولد تازه بیابه، کلام خدا میگه شریک طبیعت خدا میشه. در تولد تازه ما همینطور که قبلا هم گفتیم
طبیعت تازه پیدا میکنیم. تولد تازه باعث میشه که ما خلقت تازه بیابیم. در نتیجه اون شخص دیگه کاملا انسان دیگه این میشه و از ریشه برداشته میشه اون مشکل. اتفاقا ما یک برنامه با برادر آرمان داشتیم، ایشون در همین مورد صحبت میکرد که پیش یک روانشناسی کلاسایی داشتیم میرفتیم، گویا شما بودین تون کلاسا، که ایشون هم همین نظر رو داده بود که اونایی که ذاتن انسانهای بدی هن یا فکر کنن ژنتیک یا یک چیزایی رو برس بردن، از نظر روانشناسی به گفته ایشون 10% احتمال تغییر هست، ولی برای گفته بود شما که ایمان دارین احتمال تغییر خیلی بیشتر هست. بله. یک تلفن دیگه هم داریم. سلام بیننده عزیز، بفرمایید. صدای منو دارین؟ صدای من صدای شما رو متاسفانه نمیشنوم. اگر صدای منو ندارید ممنون میشیم مجددا تماس حاصل کنید، به امید خدا دفعه بعد بشنویم. کشش ادوارد، میخوایی یک میان برنامه دیگه داشته باشیم و بعد بحثمون رو راجع به مورد سوم ادامه میدیم. پس با ما باشید، یک میوزیک ویدیو میشنویم تا برگردیم. دریافت کتاب مقدس یکی از درخواست‌های همیشگی شما بوده. خوشحالیم تا به اطلاع شما برسونیم که از این به بعد دریافت نسخه الکترونیکی کتاب مقدس و یا حتی شنیدن کلام از همیشه آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. با کمک و همکاری سازمان Faith Comes By Hearing، مؤسسه ایمان از شنیدن است، هم‌اکنون شما می‌توانید در هر کجا که ساکن هستید با دانلود کردن اپلیکیشن موجود در روی تبلت، تلفن‌های همراه و یا کامپیوترهای شخصی از مزایای این برنامه کارآمد بهره‌مند شوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دانلود کردن برنامه‌های متنوع و مفید به وبسایت www.kitabmuqaddas.com مراجعه نمایید. مطالعه کتاب مقدس و همچنین گوش دادن به کتاب مقدس از طریق فایل‌های صوتی و برای اولین بار دسترسی و استفاده از فایل‌های تصویری مطالعه کتاب مقدس برای ناشنوایان. دانلود کردن کتاب مقدس به صورت صوتی، گوش کردن به کتاب مقدس از طریق پادکست و رادیو، همچنین دانلود کردن و گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب مقدس از طریق آیتونز. قابل دسترسی برای تبلت ها و تلفن های همراه شرکت اپل و همچنین قابل دسترسی برای تمامی تبلت ها و تلفن های اندروید. www.kitabmuqaddas.com پارس، همیشه و همه جا در کنار شما. خب دوستان، تا به این لحظه ما به دو مورد از مواردی که در رابطه با دیدگاه یک فرد مسیحی در قبال جامعه هست نگاه کردیم. فهمیدیم که مهم است دیدگاه واقع گرایانه داشته باشیم نسبت به افراد و اینکه دیگران رو محکوم و قضاوت نکنیم، بلکه سعی بکنیم اونا رو درک بکنیم. و ما به مورد سوم داشتیم پرداختیم که تلفنی شد. کماکان خطای ما باز هستن. خواهش میکنیم اگر مایل هستید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهاداتتون و تجربتون رو حتی در این روابط به ما بگید. خب کشش ادوارد، راجع به این موضوع صحبت میکردیم که خیلی مهم است که ارتباط دوستانه داشته باشیم با افراد جامعه و در رابطه با خود عیسی گفتیم که دوست گناهکاران بود. مسیح واقعا دوست گناهکاران بود و او رد نمیکرد. معذرت میخوام کشش ادوارد، دوباره تلفن است چون نمیخوایم معطل بشم پشت خط. سلام بیننده محترم، بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید. مرسی. ممنون. شما هم همچنین. هستم از
آلمان زنگ میزنم. عرض ادب دارم خدمت شما. قربان شما، خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خوشحالیم صداتون میشنویم. بفرمایید. در رابطه با این مبحثی که خیلی هم زیبا و خیلی هم سخت هست، من در تایید فرمایشات جناب کش ادوارد، منم ببینید، ما درسته که حالا 8 جامعه مختلف رو شما مثال زدید که حالا شاید خودشون هم یه ساب دایرکتوری های داشته باشن، اما من فکر میکنم ما با هر جامعه رابطه در حد خودش رو میتونیم داشته باشیم. بله. یعنی اینطوری، اولا هر رابطه ای دوستی نیست. بله. یعنی اگر ما با هر جامعه در ارتباط هستیم، نمیتونیم بگیم ما دوستی میکنیم با اونها، یا بله. هر رابطه ای صمیمیت نیست. بله. حالا در اونجایی هم که فرمودید در رابطه با مسیح دوست گناهکاران، من فکر میکنم در اینجا شما تصیب فرمید بنده رو، فکر میکنم در اینجا مسیح گناهکار رو دوست داره اما رابطه دوستی باهاشون نداره. یعنی حالا نمیدونم این حد دوستی تا چه حد، این حد و مرد، اما گناهکار رو مسیح دوست داره، همونطور که ما هم باید گناهکار رو دوست داشته باشیم، اما نه گناه رو، بلکه خود شخص گناهکار رو، چون مسیح براش مرده. اما اینی که ما بتونیم این رابطه و دوستی رو تفکیک بکنیم، یه خط قرمز این وسط به نظر من وجود داره. ببینید، من در جوامع مختلف، درست جوامع مختلفه، اما اخلاقیات مسیحی من مختلف نیست. من تابع یک سری اخلاقیات مسیحی هستم بر اساس آموزه های کتاب مقدس، آنچه که کتاب مقدس به من میگه به عنوان اخلاقیات. اما من در جوامع مختلف حق و حقوق مدنی مختلف دارم، حقوق اجتماعی مختلفی دارم که همونها رابطه من، یا به عبارتی خط قرمز من رو شاید تعیین بکنم. ببینید، من اینطور بگم، من تا زمانی که یک دوستی ساده با یک غیر ایماندار داشته باشم، به نظر من مشکلی نیست. اما خط قرمز من اینجا در واقع زمانی که به هر نوع ممکن من در این رابطه زیر یوغ ناموافق ایمان برم، یعنی اینجا برای من این خط قرمز تعیین میشه، یا خط قرمز من جایی که به مجلس استهزا کنندگان بنشینم. حالا اونایی که استهزا کننده هم 24 ساعت شبانه روز که استهزا نمی کنن. حالا ممکنه این همکار من باشه، رئیس من باشه، تا زمانی که این خط قرمز وجود داره من باهاش رابطه دارم، اما زمانی که به استهزا یا عرض بکنم به راه گناهکاران میفته، اینجاست که من باید خط قرمز خودم بدونم. هایا میتونیم، من این سوالا، من فکر کنم من خط قرمزم رو رد کردم، خیلی حرف زدم، ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. اما من میخوام این رو بپرسم که آیا ما میتونیم بگیم خط قرمز من تا جایی که اون اجتماعی ایمان بر من تأثیر منفی نگذاره، بلکه من تأثیر مثبت بتونم بگذارم، یعنی اون اجتماع رو بتونم همرنگ خودم، که البته امیدوارم ما همرنگ مسیح باشیم، اون اجتماع رو همرنگ خودم بکنم و نه من همرنگ اون. اما به نظر من تو این رابطه با این موارد، حتی در خود کلیسا، حتی در بین ایمانداران، به نظر من این خط قرمز هست که میتونه این رابطه ما رو خراب کنه، یا اینی که چطور با جامعه بی ایمان بتونم ارتباط داشته باشم. شاید با یک دختر یا یک دختر با یک پسر میتونم در حد خیلی عادی دوست باشن، اما آیا این خط قرمز نیست زمانی که به رابطه جنسی قبل از ازدواج میرسه؟ سوال من بیشتر رو اینی که ما چطور میتونیم خط قرمزها رو تو این جواب مختلف تشخیص بدیم که از اونها ما نگذریم.
اینه که ببخشید اگه من خواهش میکنم خیلی دیگه قرمز شد. خیلی ممنون، مرسی برای فرمایش شما. خیلی ممنون دوست عزیز، شما چقدر نکات مهمی رو گفتین، اکثرش اتفاقا من اینجا نوشته بودم که در رابطه باش بحث بکنیم و ممنون که این موارد رو گفتین چون خیلی خیلی مهم هستن. بله. من فکر کنم ایشون واقعا دست گذاشتن روی چیزایی که در این مبحث اتفاقا قرار بود ما یکم بحث کنیم در این رابطه. حالا به جای اینکه ما بگیم ایشون بله گفتن، ایشون گفتن دیگه فرق نداره، حالا بالاخره موضوع اینه که گفته بشه. بله. پس می‌خواید شما توضیح رو بله. بدین بعد به سوال بیننده بله. عزیزم بپردازید. چون دونه به دونه میریم جلو، مرحله به مرحله به اون قسمت هایی که این دوست ما فرمودن که همشون درست بود میرسیدیم، ولی گفتیم به ترتیب بریم جلو پله پله و بعد از محبت ها و دوستی ها و اینها به اون مراحل قاطع هم میرسیم که وقتایی که یک ایماندار مسیحی باید قاطعیت از خودش نشون بده در مقابل همین خط قرمز هایی که ایشون فرمودن. ولی بله، صحبت‌های ایشون کاملا درسته و ما موافق هستیم با دوست ما و خیلی ممنون که فرمودن، به اونجا هم ما میرسیم. اما در مورد دوستی که الان صحبت می‌کردیم که عیسی مسیح دوست گناهکاران بود، درست فرمودن ایشون، مسیح گناه را دوست نداشت اما گناهکار را دوست داشت و با محبت گناهکار را به توبه می‌آورد. البته بازم ممکنه توبه نکنه شخص، ولی اونایی که زمینه توبه را داشتن و آماده بودن به خاطر محبت مسیح شرمنده می شدن و توبه می کردن. من بارها به خدا گفتم خدایا اگه من نمی خوام گناه کنم به خاطر ترس از تو، به خاطر تنبیه شدن و رفتن به جهنم نیست، فقط اونا درسته می تونه عوامل باشه، ولی به خاطر اینه که تو اینقدر منو محبت کردی، اینقدر منو شرمنده خودت کردی، اینقدر فیض به من بخشیدی که من اصلا خجالت میکشم از اینکه گناه کنم. یعنی مدیون تو هستم به خاطر محبت تو. به قول معروف اوگوستین میگه که شما خدا رو محبت کن هر چی میخوای بکن. معلومه که خدا رو محبت کنی چیزایی نخواهی کرد که خلاف میل او باشه. بنابراین عیسی مسیح از این روش دوستی و محبت میتونست مردم رو به توبه بیاره. رفتارهای خشن، به دور از مهربانی، عصبانیت‌ها، پرخاشگری‌ها، داد و بیدادها، جر و بحث‌ها، تحقیر و تمسخرهایی که همه اینا خلاف محبت مسیحیه، مردم رو از ما فراری میده. ما باید واقعا مردم رو دوست داشته باشیم. الان آمار نشون داده اکثر کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارند از روش دوستیه. ما باید ظرفیتمون اینقدر وسیع باشه که با یک کسی که غیر مسیحی هم هست دوست هستیم، اگه او چیزی هم میگه یا کاری هم میکنه که خلاف میل ماست یا خلاف معیارهای کتاب مقدسه، ما ضمن اینکه تاییدش نمیکنیم یا باش سازش نداریم، ولی این به ما معنا نیست که حالا با او دعوا کنیم و درگیر بشیم و یا اینکه او را محکومش کنیم و یا دوستیمون را با او قطع کنیم. ما باز بهش نزدیک بشیم، با محبت بهش نشون بدیم که با وجود اینکه تو اینجوری هستی من تو را دوستت دارم. میگن سن و محبت هست. گویا شما در مورد محبت هم یه سوالی داشتید که من قبلا از شما به من خصوصی گفتید. اینو بفرمایید اون وقت من این موضوع رو خواهم البته میخواید الان قسمت دوستی رو اول بپرسم که شما راجع به دوستی میگین و البته موضوعی هم که این برادر هم عنوان کردن، وقتی صحبت از دوستی میشه خب در واقع در رابطه با یک نوع محبت و علاقه یا یک ارتباط عاطفی که بین دو نفر ایجاد میشه و میتونن نیازهای هم دیگر رو برآورده بکنن صحبت میشه. یکم ممکن اینجا مفهوم دوستی الان زیاد مشخص نیست. ما تا چه اندازه وقتی که میگیم دوستی ممکنه من در ذهنم یک دوستیه که باش در ارتباطم، صحبت میکنیم زیاد باش، تا چه اندازه ما میتونیم با دیگران دوستی بکنیم؟ آیا دوستی اصطلاح درستی هست در رابطه با دیگران؟ چجوری هست مفهوم دوستی؟ یا بهتره بگیم محبت؟ من نمیدونم اینجا بهترین کلمه چی هست؟ چون وقتی دوستی هست آدم انتظاراتش از یک دوستی بیشتر هست. بله. ببینید اولا دوستی های ما اندازش مشخصه. ایشون در مورد خط قرمز فرمودن درسته. دوستی های ما تا اندازه‌ای که ما رو تو گناه اندازه و به ما صدمه روحانی وارد نکنه هیچ اشکالی نداره. چه بسا خیلی از این دوستی ها میتونه ثمر خوبی هم داشته باشه. من بارها شنیدم و دیدم
که خود ایمانداران مسیحی گفتن ما با بعضی از غیر مسیحیان دوست بودیم و اصلا هم چیز بد و مضری به دست نیاوردیم. تازه حتی معرفت و محبت و مروت بعضی از این غیر مسیحی‌ها در مواردی بیشتر از بعضی از مسیحی‌ها. منظور شما پس دوستی نوع عمیق دوستی نیست، بیشتر ارتباط با دیگران هست. ارتباطیه که خب نمیشه گفت دوستی هم نیست. چرا؟ چون ممکنه ما با یک نفر حتی دوست هم بشیم، اون ما را رعایت کنه، ما هم اون را رعایت کنیم. بعضی از مسیحیان هستن که فکر میکنن با کسی دوستن حتما هی باید بهشون بشارت بدن، در حقیقت فشارت بدن و دوستیشون بر اساس اونه که این شخص ایمان بیاره. ما اینشونو دوست داریم به خاطر وجود خودش. اون اگه بدونه ما نقشه کشیدیم برای این دوستش داریم که او را بندازیم به طور عیسی مسیح، بیشتر فاصله میگیره. درسته هدف ما اینه، ولی نیت ما از دوستی به خاطر وجود خودشه. اون یک بنده خداست، یک انسانه و من اونو دوستش دارم، چیزای خوب داره، من ازش بهره میگیرم. و معمولا وقتی من کسی را دوست دارم و محترمش میشمارم، متقابلا اونم به من و ایمان من با همون دید نگاه میکنه، چون دو طرفه است معمولا دوستی. ضمناً میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که کمی ملاحظه کردم اون موقع این بود که ما میگن سه نوع محبت است. محبت اگر این که، به خاطر این که، با وجود این که. اگر این که هم محبتیه که خیلی شایع است، شرطیه. اگه شما این کارو بکنید من این کارو خواهم کرد. به خاطر این که اون محبت یکم بهتره، به خاطر این که اون کارو کردی من این کارو میکنم. ولی به دقت کنید مسیح در رابطه با چه نوع دوستی صحبت، چه نوع محبتی صحبت میکنه. مسیح میگه چه فایده داره شما به کسی که سلام میگه به شما، شما هم سلام میگید. به کسی که شما رو قبول داره شما هم اون رو قبول دارید. به کسی که به شما خوبی میکنه شما هم بهش خوبی میکنید. شما چه برتری دارید بر غیر ایمانداران؟ چون غیر ایمانداران هم همینطورن. ولی وقتی مسیح میگه مشکل خودت را با حتی کسی که مخالف شماست، دشمن شماست حل کن، به عبارتی دشمنتو محبت کن. اگه دشمنت گرسنه است اون رو سیر کن، تشنه است اون رو آب بده. این محبت نوع با وجود این که است. با وجود این که تو به من بدی کردی ولی من تو رو دوست دارم. ولی دوستی فقط احساسم نیست. بله، من سوالم اتفاقا همینه. که آیا وقتی در رابطه با محبت صحبت میکنیم من باید احساس خیلی عمیقی نسبت به شخص مقابل داشته باشم یا کلام خدا بیشتر، مثلا اول قرنتیان در رابطه با یک سری اخلاقیاتی میگه که در چارچوب محبت میگنجه. بله. که چجوری من عملا بتونم یا تفکرم بله. چجوری باشه نسبت به شخص. اتفاقا برداشت غلط بسیاری از ما ایرانی ها در مورد عشق و محبت، برداشت فقط عاطفیه. یعنی وقتی من احساس میکنم کسی رو دوست دارم میگم دوستش دارم، حتی ممکنه همسرم باشه، بچه‌م باشه یا برادر و خواهرم باشه. ولی اگه احساس نکنم یا اون موقع بدم بیاد ازش میگم دوستت ندارم. در حالی که عشق برای احساساته. چه کسی رو شما پیدا میکنید که همیشه احساس عشق و محبت درش جوشان باشه؟ من همیشه احساس نمیکنم که پدرم، ولی حقیقت عوض نمیشه، چه حس کنم چه نکنم من پدرم. بنابراین ببینید روی احساسات نباید تکیه کرد. محبت فقط احساس نیست، محبت تعهده، محبت مسئولیته، محبت وفاداریه، محبت گذشته، صبره، همینطور که فرمودید اول قرنتیان باب 13 مهربانه، محبت کبر و غرور نداره، محبت اعتماده، محبت فداکاریه، نفع خودشو طالب، بله از خودش میگذره. خب اینها محبت. محبت فقط این نیست که آه I love you. فیلم هندی که ما نمیخواییم بازی کنیم. ببینید محبت چیز عملیه، درسته با احساسم سر و کار داره، ولی احساسات ما همیشه ثابت نیست، اما دوستی های ما میتونه ثابت باشه. اگه نه، اگه اینجوری باشه من باید هر روز همسرم رو طلاق بدم دوباره پیوند بشم بشه. چون وقتی ازش خوشم نمیاد میگم من دیگه نمیخوام باید زندگی، خوشم نمیاد.
وقتی دوستش دارم میگم چقدر اصلا خودشم گیج میشه، بالاخره من دوستش دارم یا ندارم. من فکر کنم روابط زناشویی بالاخره یک عشقی هست، حالا درسته گاهی احساسات نوسان پیدا میکنه، بله، ولی بالاخره یک عشق عمیق هست. درسته. ولی در رابطه با دیگران پس طبق صحبت شما و کلام به این نتیجه میرسیم که ما دیگران رو میتونیم محبت کنیم، میتونیم دوست داشته باشیم، ولی نه الزاما اون دوست داشتن احساسی عمیق، بله، بلکه اون چیزی که کلام میگه، کلام که در رفتارمون نشون میده. و بعضی وقتا هم اگه واقعا وارد دنیا و بدبختی اونها بشیم، ببینید شما اگه یک نفر رو واقعا خوب بشناسید ببینید اون احساسش هم میاد. فرض کنید بشینید پای صحبت یکی 3 ساعت برای شما درد دل کنه، از همه چیزش بگی، یه امید دلتون میسوزه بحالش، اصلا نمیتونید بحالش بیتفاوت باشید، یه شفقتی میاد در شما، یه نزدیکی میاد، و بعد وقتی کمکش میکنید، خدمتش میکنید، میبینید محبتتون نسبت بهش از نظر احساسی هم بیشتر میشه، چون اگه هیچ احساسی هم نباشه همه چیز خیلی خشک میشه. ولی ما منتظر نباشیم که اون احساس همیشه باشه، چون گاهی وقتا احساس نیست. من بعضی وقتا یه نفر میاد از من کمک میخواد، اون موقع اصلا میل ندارم کمکش کنم، حال حوصله‌شو ندارم، خستم، ولی وقتی میرم میبینید اتفاقا میل اومد، اراده میخواد، اراده. وقتی من میرم خلاف مسیر رودخونه شنا میکنم، میبینم که دارم علاقمند میشم، و بعد خیلی خوشحال میشم که رفتم و موافق میل خودم عمل نکردم. بنابراین خیلی از وقتا ما باید خودم رو وفق بدیم با شرایط موجود نیاز. وقتی وفق میدیم از خودمون و از لاک خودمون بیرون میاییم، عشق هم به وجود میاد. کشش ادوارد، این بیننده عزیز در رابطه با این موضوع که در دوم قرنتیان 6:14 هستم اشاره کردن که میگه زیر یوغ ناموافق با بیمانان مروید، اگه میشه یک توضیح راجع به این آیه بدین که اگه سوء تفاهماتی هم هست برطرف بشه. ببینید اونجا خیلی روشنه یوغ یعنی چی. یوغ اولا از نظر معنی لغوی اشاره به دو تیکه چوبه که بالای سرش هم یه چوب دیگه بذارن، البته بیشتر برای گاوها به کار میره، ولی از نظر تعبیر عیسی مسیح به عنوان انسان بگیریم نه گاو، برده های رومی رو که می آوردند که میخواستن اون را تحت سلطه خودشون قرار بدن، دو تا چوب میذاشتن، یه چوبم روش، اینها را از زیر اون رد میکردن، یعنی شما دیگه بعد از این زیر یوغ ما قرار دارید، تحت فرماندهی ما قرار دارید، یعنی ما بر شما حاکمیم. روی گاو هم که این یوغ میذارن برای اینکه گاو در نره از شخم زدن، در همون مسیر خودش شخم بزنه، یه موقعی نه هوس نکنه فرار کنه به رای خودش بره. حالا البته عیسی مسیح هم وقتی میگه یوغ من رو بر خود بگیرید، اون وقت توضیح میده که این یوغ فرق میکنه با یوغای دیگه، میگه یوغ من خفیفه، شیرینه، بار من سبوکه، فشار نیست، ولی یه یوغی هست، برید زیر فرماندهی من که فرماندهی عشق، البته محبت. ولی اونجا که میگه زیر یوغ بیمانان نشید، یعنی نذارید بیمانان بر شما حاکم باشن، نذارید اونا شما رو کنترل کنن در راههای بد خودشون و ببرن شما رو در چیزایی که خلاف معیارهای کتاب مقدس، یعنی شما برید تحت سلطه اونها. وگرنه خیلی از وقت ارتباط ما با غیر مسیحیان ارتباط زیر یوغ نیست. میشونیم ما با هم صحبت کنیم از ورزش، از هنر، از سیاست، از نمیدونم زندگی خانوادگی، از علم، از تمدن، از پیشرفت‌های مختلف، نه اون میخواد منو زیر یوغ ببره نه من اونو، یه ارتباط کلی داریم. بعضیا فکر میکنن بعضی از ایماندارانی که خیلی به اصطلاح خشک مقدسن یا افراطی هم، فکر میکنن همیشه ارتباطشون با غیر مسیحی باید ارتباط بشارتی باشه، همیشه باید از مسیح سوال. اگه مثلا امروز من 2 ساعت با این بودم از خداوند حرف نزدم، وای مصیبت هست، یعنی اینکه من اصلا گناه بزرگی را مورد. نه، اتفاقا باید اون بدونه که من غیر از کلام خدا و غیر از عیسی مسیح چیزهای دیگه هم تو این دنیا میدونم، میشناسم. من در مورد ورزش میدونم، فوتبال میدونم، سیاست میدونم، در مورد علم میدونم، در مورد مسائل اجتماعی میدونم. خب خیلی چیزهای خوب و سازنده است که میتونیم صحبتش بکنیم. همیشه مجلس استهزا کنندگان که نیست.
حالا اگه رسید به جایی که خب اون یه چیزای بد و بیرا گفت به ایمان منو یا اصلا حمله کرد و اینها، خب من اونجا یک روش مسیح لازم نیست منم مثل خودش عمل کنم، ولی شاید مثلا سکوت اختیار کنم یا اینکه یه تذکری بدم، یا اگه حل نشد کم کم بلندشم برم از اون محیط. ولی باز هم نبایستی ما فکر کنیم که ما باید قطع رابطه کنیم، چون با قطع رابطه چیزی درست نمیشه، مگر وقتی که من بفهمم 100% ایشون یه نقشه چیده برای اینکه منو تو گناه بندازه یا منو تو مقاصد بد سوء استفاده بکنه از من. خب اون فرق میکنه، اون موقع میگه دور شوید. پس این خط قرمزی که بیننده عزیزم تاکید داشتن، خط قرمز زمانیه که ما دیگه واقعا تحت تسلط یا تحت تاثیر رفتارهای بدش هستیم. بله. اگه میبینیم داریم تحت تاثیر قرار میگیم، بعد اون حد رو حفظ کنیم. بله. بله کاملا درسته. ولی البته وقتی ما رشد میکنیم در ایمان، بالغتر میشیم، ظرفیت ما وسیع‌تر از این حرفا میشه. میدونید تا زمانی که ایماندار ضعیفه ممکنه مثلا اون یه چیزی بگه روی این اثر بذاره، ولی بعضی از ایمانداران بالغ که خیلی رشد کردن دیگه نبایست اینقدر کم ظرفیت باشند و نازک نارنجی که حالا اون غیر ایماندار یه چیزی گفت فوری بگه آخ ایمان من از دست رفت. نه، ما باید بفهمیم دنیای اونونه. حالا ما که نمیتونیم از اون انتظار داشته باشیم که کاملا مثل ما فکر کنه. یک سوالی هم میشون در رابطه با روابط جنسی قبل از ازدواج کردن. حالا من نمیدونم سوالش رو خوب فهمیدم یا نه، ولی من در این رابطه باز یک سوالی میخوام عنوان بله. کنم که مربوط میشه بله. که ممکن است که شما با یک نفر آشنا میشید به عنوان یک بله. فرد مسیحی و میخواید زندگی مقدسی داشته باشید و نمیخواید وارد رابطه جنسی بشید، چون میدونید این چیزی نیست که خدا رو خوشنود میکنه، با قداست الهی و کلام خدا منطبق نیست، ولی اون شخصی که به خدا اعتقاد نداره میگه که نه خب چه اشکالی داره، میتونیم با هم رابطه داشته باشیم، ولی شما تحت تاثیر ایشون وارد چنین رابطه ای بشین که خلاف قداست هست به عنوان یک ایماندار. فکر کنم اینم یک مشکلی هست که ممکنه چالشی که جوانان مسیحی با غیر مسیحی دارن و چه بسا به وقت حتی مسیحی ها بین هم دیگه داشته باشن بله. که دردناک هست. بله، ما در هر صورت آنچه که کاملا بهش معتقد هستیم و روش تأکیدم میکنیم طبق کلام خدا اینه که سکس و رابطه جنسی قبل از ازدواج غلطه و گناهه، و با عرض معذرت از همه کسانی هم که ناراحت میشن زناه. این دیگه غیر از این نیست. در چارچوب خانواده و ازدواج روابط جنسی مجازه. میدونم برای بعضی از دوستان این قابل هضم نیست و ممکنه الان از منم بعدشون بیاد با شنیدن این حرف، ولی در هر صورت من موظفم به عنوان خادم خدا کلام خدا رو موعظه کنم. و دقت بفرمایید، اشخاصی که اینگونه فکر میکنن که ما همدیگر رو دوست داریم و این یه تیکه کاغذ مثلا چیه که ما بریم اونجا ثبت کنیم و بنویسیم عشق برای این حرف هست، با امضا روی کاغذ که نیست بله. که بریم ازدواجمون رو قانونی بکنیم. من به این عزیزان میخوام با اجازه خودشون توضیح بدم که این خلاف عشق و محبته. اگه طرف مقابل شما رو دوست داره، چرا حاضر نیست که نسبت به شما متعهد بشه، مسئول بشه، حاضر بشه که بره زیر این یوغ خوب، و چرا حاضر نیست وفاداری خودش رو قانونی کنه؟ چرا کار غیر قانونی داره انجام میده؟ این کار خلاف قانونه. درسته. ایشون همسر شما نیست قانونن. اگه شما رو دوست داره که نباید بترسه. بعضی ها میگن خب من میترسم، حالا بریم ما ازدواج کنیم، اگه بد نشد کلی کار داره، دادگاه و وکیل و پول خرج کردن و دردسر، و اگه تو میترسی پس معلومه که عشق نداریم، چون میگه در محبت خوف نیست. و اگه عشق داری پس چرا ترس داری؟ جرأت بکن، برو باش زندگی کن، شهامت داشته باش، برو نسبت به وفاداری تو عملا نشون بده. اینها دلشون میخواد ببینید تا موقعی که احساس دارن نسبت بهش باش هستن. وقتی احساس رفت، وقتی از یکی دیگه خوششون اومد، بدون هیچ تعهد و مسئولیتی، بدون هیچ چیز قانونی، ولش میکنن برن
به قول شاعر به هر چمنی رسیدی یه گل بچین و برو. این تفکر اونا اینه و این چه نوع وفاداریه؟ خب معلومه که عشق نیست، هوسه، شهوته، تمایلات گذراست و معمولا این گونه احساسات و این گونه روابط جنسی دوامی نداره و سرانجام خوبی نداره و عاقبت به خیر نیست در اونا، برکت خودم تو زندگیشون نخواهد بود. پس من واقعا شخصا دعوت میکنم همه کسانی که تو یک چنین مسائلی هستن توبه کنن، مخصوصا اگه کسی مسیحیه و خودش رو فریب داده که خدا عشق، خدا محبت، حالا چه اشکالی داره؟ میدونید از خدا طلب بخشش میکنیم، خدا میبخشه. خب بخشش میکنیم، دوباره میریم گناه میکنیم، باز فرداش بخشش میکنیم، باز این شو توبه. توبه اینه. اگه من میدونم که یک چیزی گناهه دیگه باید ترکش کنم دیگه. و بعد برم به شکل اصولی و اگه اون شخص همون فردیه که من باید باشه ازدواج کنم، برم با او در حضور خدا جفتمون توبه کنیم و یک شروع جدیدی داشته باشیم. چه بسا ما در کلیسا اشخاصی که این گونه بودن نصیحت کردیم و گفتیم مشخص کنید، یا توبه کنید و عقد بشید، یا اینکه ترک کنید همدیگر رو. درسته. خیلی ممنون کشیش ادوارد. یک تلفن دیگه هم داریم، بفرمایید بیننده عزیز. سلام عرض می‌کنم. سلام به خواهر روزیتا و برادر ادوارد. سلام بر شما. من سلام میدیم بهتون. وقتتون بخیر. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید. من لذت میبرم از صحبت‌های برادر ادوارد. خیلی خوشحالم. خیلی ممنون. لطف دارید شما. لذت می‌برم از صحبت‌های برادر ادوارد. خیلی ممنونم برای محبت شما. خواهش می‌کنم. من راستش بخوام نزدیک به 3 ماهی هست که ایماندار شدم. بعد از خود برادر ادوارد بارها شنیدم که میگن نباید به غیر از ایماندارا توهین کرد، دشنام داد، حتی به حاکمان. بله درسته. بعد من برخی شبکه‌ها که مشاهده میکنم، ببخشید حالا مثلا اسمی بره، مثلا برادر رضا خیلی مثلا ببخش توهین به ادیان دیگه، مخصوصا به ادیان اسلام میکنه. خب ما هم چون از اون فضا وارد شدیم به این حرفا رو گوش میدیم. حالا میخواستم ببینم این کار ما درسته که مثلا یک کسی توهین میکنه ما بیایم گوش بدیم یا نه ایشون کارشون درسته و شاید یه حرف درستی رو میزنن و ما هم باید مثلا به حرفایشون گوش بدیم. خیلی ممنون برای سوالی که کردید. میبخشم به دقایق پایان برنامه نزدیک شدیم، ولی ممنون از سوالتون که شدوار جواب میدن. میدونم چه یکی از نکاتی بود که بعد صحبت میشد. اصلا این همین نکته سوم ما بود که اصلا مستقیما چهارم یا سوم چهارم ما بود که اصلا مستقیما مربوط میشد به این موضوع. بله. میگه کلام خدا در اول پتروس 2:17 میگه همه مردمان را احترام کنید. همه مردمان را. یعنی ما به عنوان یک مسیحی حق نداریم به کسی توهین کنیم و حتی اعتقادات او را حقیر بشماریم، ولو اینکه اعتقادات او اشتباه باشه از نظر ما. ما باید درباره اعتقاد صحیح حرف بزنیم، ولی حق نداریم اعتقادات غلط را توهین کنیم و خار بشماریم. ببینید عیسی مسیح دقیقا همینطور برخورد میکرد. مسیح با افراد محترمانه برخورد میکرد. زن سامری را خار نشمرد، راست گفت، گفت تو اینجا را راست گفتی. زکا را با وجود اینکه رئیس باجگیران بود گفت ای زکا به شتاب بیا، من باید در منزل تو مهمان باشم. و به یک نفر دیگه گفت از ملکوت خدا دور نیستی. به نتنائیل گفت تو شخص بیریا هستی، در تو مکری یافت نمیشه. پولس رسول به افرادی که بت پرست بودن در آتن باب 17 اعمال رسولان گفت ای عزیزان من شما را از هر جهت خدا پرست میبینم، شما در جستجوی خدا هستید. ببینید چه برخوردی کرد. و من این در معابد شما میگشتم یک بتی را دیدم اسم خدای ناشناخته روش نوشته شده بود. من میخوام درباره این خدای ناشناخته با شما حرف بزنم. با چه احترامی برخورد کرد؟ ولی اگه همون موقع میگفت ای بت پرستای معلون، ای کافران، ای مرتدان، همونجا پولوس رو سنگسار کرده بودن، حرفش هم گوش نمیدادن. بنابراین ما خوانده نشدیم به مذاهب دیگران توهین کنیم. ما حقیقت رو بگیم.
حقیقت رو. اگر البته کسی سوالی میکنه از ما، ما خب به او خصوصی سوالش رو میتونیم جواب بدیم و بعضی از حقایق رو روشن کنیم، بازم با احترام. ولی در مجامع عمومی، در پشت تلویزیون و در موعظه‌ها و سخنرانی‌هامون، ما حقیقت صحیح رو تعلیم بدیم. حقیقتی که صحیح نیست برملا میشه. شما درباره نور حرف بزنی، ظلمت از بین خواهد رفت. راستی رو بگو، دروغ برملا میشه. عیسی مسیح رو معرفی کن، ضد عیسی مسیح شناخته میشه. چه لزومی داره ما بیایم در مورد اشخاصی که از خدا نیستن به طور خیلی واضح و روشن مخصوصا به مذاهب دیگران توهین کنیم؟ چون این باعث میشه که اونها از ما فاصله بگیرن، تعصب نشون بدن و فکر کنن ما به خودشون هم که پیرو این مذهب هستن داریم توهین میکنیم. و اونجاست که حتی اگه طرف مخالف هم باشه با اون مذهب خودش، جبهه موافق نشون میده و در مقابل ما برخورد میکنه. این روش، روش صحیح نیست. حالا بعدم بیشتر باز میکنیم، چون وقت الان نیست. مسئله اعتقادات میشه باز بیشتر بحث کرد، ولی متاسفانه به پایان وقت ما رسیدیم. بله. خیلی ممنون کشیش ادوارد، میدونم نکات زیادی هم هست. به امید خدا بشه بله. در جلسات آتی بله. این مسئله بحث ادامه بدیم و امیدواریم که این موارد عملی که صحبت میشه برای شما بینندگان مفید باشه و خوشحالیم که با ما هم تماس میگیرید. و اما الان وقت دعاهای شما عزیزان هست. میریم میان برنامه رو نگاه میکنیم و برمیگردیم که متمرکز بشیم روی دعاهای شما. پس با ما باشید. دوستان خوب، خیلی ممنون که موضوعات دعاییتون رو با ما در میان میگذارید و این احترام و اعتماد رو به ما میکنید و ما هم با دل و جان برای نیازهای شما دعا میکنیم. به خاطر اینکه وقت ما محدود هست، من در حین دعا برای اسامی شما، اسامی و موضوعاتتون رو میگم و به حضور خدا اینا رو میاریم. خداوند، از تو ممنون هستیم که خداوند پرمحبت هستی، خداوندی هستی که قدرتمندی، خدایی هستی که به نیازهای ما فکر میکنی و هیچ وقت ما رو محکوم نمی کنی، حتی علی رغم گناهان و ضعف‌های ما. و ما میتونیم با این اقتدار در نام عیسی مسیح به حضور توی پدر آسمانی نزدیک بشیم و نیازهامون رو به حضور تو بیاریم. برای مریم عزیز از آلمان دعا میکنیم، برای شفای سینه پهلوشون خداوندا. میخوایم این دردی رو که دارن خداوندا در نام مسیح به حضور تو بیاریم. ایمان داریم تو قادر به شفای اون هستی. برای بنیامین عزیز دعا میکنیم که میخواد با خدا ملاقات داشته باشه. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم خداوندا که تو واقعا کمک بکنی به بنیامین که بتونه اون ملاقات و رابطه نزدیک رو با تو داشته باشه. سپیده عزیز رو به حضور تو میاریم که برای همسر و خانوادش خواسته دعا کنیم. موضوع دعایی رو نمیدونیم نیاز چی است، ولی خداوند تو آگاهی و برای نیاز ایشون دعا میکنیم. برای شیرین عزیز از بوشهر دعا میکنیم که خواسته برای تقویت ایمانشون و پوری روح القدس دعا بکنیم. ای روح القدس، میدونیم که تو میتونی با قوت در شیرین عزیز ساکن بشی اگر که خودش قلبش رو باز بکنه برای تو. پس دعا میکنیم که این شیرین عزیز رو در ایمانش تقویت بکنی خداوند. برای عاطفه عزیز دعا میکنیم، برای مشکل ازدواج و کارشون، و این موضوعات رو به حضور تو میاریم که بتونه همسر مناسب رو پیدا بکنه یا اگه مشکلی در ازدواج هست برطرف بشه. و برای کارشون و برکت کاری دعا میکنیم.
برای شفای درد معده مریم عزیز از تهران دعا میکنیم خداوندا. باز ایمان داریم که تو خدای شفا بخش هستی و این مشکل بیماری رو به دستای خدای شفا بخش میسپاریم. برای آقای رقاف از ایران دعا میکنیم که برای آرامش و سلامتی پسرشون و عروسشون خواستن دعا بشه و از بین رفتن خشم و رنجش های گذشته آنها. خداوندا میخواییم که واقعا آرامش تو در قلب این شخص واقعا باشه، اون خشمایی که هست، اون نبخشیدنهایی که هست، با کمک روح القدس بتونه از گذشته خودش، از اون خشما آزاد بشه و بتونه ببخشه افرادی رو که نتونسته ببخشه در زندگیش. برای برکت مالی و روحانی در زندگی امید و مریم عزیز دعا میکنیم خداوندا و میخواییم در این قسمت طبق احتیاج اونها تو عطا بکنی. برای آقای خانم فخری دعا میکنیم برای سلامتی قلب و گوششون. بازم این موضوع دعایی رو برای شفای این شخص به حضور تو میاریم ای خداوند. همچنین برای مهدیه عزیز که برای شفای افکار و آرامششون خواستن دعا بشه، واقعا خواستار آرامش الهی تو هستیم خداوند. برای سیمین عزیز دعا میکنیم برکات روحانی و گرفتن وامی که منتظرش هستن و برکت فرزندانشان یاسمین و یلدا. این موضوعات رو تک به تک به حضور تو میاریم، واقعا میخواییم برکت تو از نظر روحانی و در فرزندانشون جاری بشه. برای اون وامی که احتیاج دارن هم دعا میکنیم. برای میترای عزیز دعا میکنیم از ایران برای آزادی افکارشون، که اون اسارتی که در افکارشون هست خداوند کمک کن بتونه از اونها آزاد بشه. و برای حل مشکلات محمد رضای عزیز از ایران هم دعا میکنیم که تو آگاه هستی خداوند. میخواییم تو در تک تک این مواردی که دعا میکنیم بلند بکنی و اراده نیکوی تو انجام بشه. در نام عیسی مسیح موضوعات رو به حضور تو بلند کردیم. آمین. خداوند عزیز، ما با ایمان افسانه رو به حضور تو میاریم برای حل مشکلاتش و دریافت هدایت خدا. برای زهرای عزیز واقعا میخواییم که فاصله‌ای که با فرشاد دارند نزدیک شود. برای هدیه عزیز مشکلاتی که داره زیر پای تو میریزیم. احمد را در قسمت برکت مالی تو تفقد بفرما. خداوند برای مرداد واسه تقویت ایمانش و حل مشکلات زندگیش و برکت مالیش واقعا به تو پناه میاریم. ایمان داریم که تو میشنوی. برای سهیلا در موفقیت در درسهایشان و زندگیشان. برای واروژ عزیز در شفای بیماریش به حضور تو میاریم ای خداوند. او را مریم عزیز را در شفای دردی که دارند و همینطور شهین عزیز در شفای بیماریش، شفا دهنده عزیز. برای پوری روح القدس رومینا دعا میکنیم و همینطور برای سعید که واسه جیلبرت میخواد بهبود کامل تو را پیدا به دست بیاره و مژگان و مونا را در ترکیه برای حل مشکلاتشون با پلیس و مسائل مالی به تو میسپاریم در نام عیسی مسیح با ایمان. آمین. خیلی ممنون کشیش ادوارد هم برای مطالبی که گفتید و هم برای دعاها. و شما بینندگان عزیز هم ایمان داشته باشید که خدا در شرایط شما کار میکنه و اراده اون نیکو هست، حتی آمین. اگر که اون چیزی که ما میخواییم نشه، اون بهترین رو برای ما در نظر داره. بله. و اما اگر که میخواید تکرار برنامه امروز رو ببینید، فردا که سه شنبه هست ساعت 3 عصر به وقت ایران تکرار پخش میشه و تکرار مجددش هم روز چهارشنبه 3 بامداد مجددا به وقت ایران پخش خواهد شد. تشویق میکنیم دوستان و آشنایانتون هم تشویق کنید این برنامه ها رو دنبال بکنن. فردا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برادر کیوان عزیز و بخش سوم موضوع علم و کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار میدیم. تشویقتون میکنیم که این برنامه رو هم مشاهده بکنید. کماکان میتونید با شبکه 107 در تماس باشید و اگر سوال یا موارد دعایی دارید با ما در میان بگذارید. پس تا فردا خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان باشه. خدا حافظ. خدا همراه شما باشه. دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزن.
بزنی، از سیاهی به سفیدی آمی، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسود.